سلام و شب شما بخیر. شما خوش آمدید بیننده برنامه سلام سرزمین من به گونه زنده از تلویزیون نورین هستید. به ادامه بحث‌های شب‌های گذشته و پیرامون بحث وحدت ملی در افغانستان هم بازم شما را خوش آمدید میگیم. امشب ما در شب گذشته هم روی پیام‌ها صحبت کردیم که چگونه ما میتونیم یک پیام واضح و روشن داشته باشیم برای شهروندان ما و به برنامه هایی که به گونه پیشنهادی باشه برای بحث وحدت ملی در افغانستان. ما از این تریبیون صداهای مختلف را بلند کردیم و راهکارهای مختلف را بر رسیدن برای جمعی ملی در افغانستان مطرح کردیم که بحث های متعدد در چند شب گذشته هم دنبال شد که یکی از شاخصه های کلانی که ما در طول چندین هفته متوالی رسیدیم به نکته اساسی و یک نکته میشه که ما بیشتر بالایش تمرکز بکنیم، اون اصل دین است و بس اسلام است که ما همه کلمه میگیم و نکته مشترک بین همه شهروندان این مسئله است و میتونیم ما برسیم به یک رفاه اجتماعی و بعد عدالت اجتماعی در جامعه خود ما به نام افغانستان که ما دین اسلام داریم در اینجا و ما خیلی اعتقادات بلندی هم داریم. با وجودی که ما اعتقادات بلند داریم اما یک ایده به گونه مریضوار میان بس تعصب قومی را دامن بزنند در افغانستان. رای حل چی است و چگونه میشه به یک برنامه منسجم ما برسیم؟ پیشنهادها باید بر کدام اساسها صورت بگیره؟ با مطالعه از بس تاریخی افغانستان، با مطالعه از مناقشات و ساختارهای قومی قبیله‌ای در افغانستان که گاهی وقت در نظام شاهی هم ما وقت حکومت ها را میایم روش تمرکز میکنیم، نظام های شاهی هم نو ساختار قومی داشته و استبداد قومی هم داشته و برتری جویی ها در افغانستان باعث میشه که سطح تعبیض و گراف تعبیض هم در حدش هم بلند بره. مشکل اساسی تاریخی ما در ساختار پیش از جمهوری و شاهی بس حکومت‌های شاهی مختص به اقوام خاص بوده که این مسئله باعث شده که اساسات‌های را میان اقوام دیگر هم در افغانستان بر بیانگازه و این نکته عطف است که کشورهای بیرونی هم از این مسئله استفاده کردن و قومی که به این تبعیض دامن زده حمایت کرده و قومی که زیر دست بوده همیشه وقت در طول تاریخ زیر پاش را و حداقل از این نکته برنامه های کلان استخبارات دنیا به نام شویه، سونی، تاجک، پشتون، هزاره، ازبک هم در افغانستان شکل گرفتن. چگونه میشه که با اینمین حرکت پاسخ منفی داد؟ چگونه میشه که پیام روشن برای شهروندان داشته باشه و تنها پیشنهاد ما عدالت اجتماعی در نفس جامعه باشه، نه عدالت اجتماعی در حد یک قوم خاص و زمان خاص و یا نژاد خاص. آقای فائق یک تن از استادان دانشگاه اینجا در استودیو با مثلا همچنان آقای احمدی یک تن از جوانان آگاه ما که مسئله هستن و آقای بامیانی فعال جامعه مدنی افغانستان اینجا با ما در استودیو هستن که به بحث برنامه شب خود با میهمان عزیز ما ادامه خواهیم داد. خیلی خوش آمدید میهمان عزیز به برنامه. استاد فائق با شما آغاز میکنم. این سوالم پیشنهاد شما چی است واقعا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بین مشکلی اساسی افغانستان و موضوعات را که شما بیشتر اشاره کردین بیشتر اینا مشکلات داخلی نیست که ما زاده ای داخل افغانستان باشه، اکثرا این مشکلات طراحی شده و دیزاین شده برنامه های بیرونی هست که میاین توسط یک از افراد مریض در افغانستان ایرا تطبیق میکنن. معمولا در بحث بحران رهبریت در جهان یک موضوع خیلی کلی است. اکثرا کشورهای بزرگ منطقوی در افغانستان بحران ها را ایجاد میکنن و بحران های مدیریت شده را ایجاد میکنن و بعدش به خاطر دست یافتن به اون اهداف استراتژیک و اهداف دراز مدت خود از این بحران های مدیریت شده به وجود آمده اونا استفاده میکنن و من حیث ابزار خود را بالاخره به اهداف اساسی که دارن میخوان برسانن. این مشکل اساسی که فعلا ما امروز در افغانستان دامنگیرش هستیم و یکی از موضوعات خیلی ها بزرگی که در اینجا جامعه افغانستانی با او سر دوچار هست موضوع تبعیض هست. ممکن تبعیض نژادی باشه، تبعیض زبانی باشه، حتی منطقوی باشه، محلی باشه، خب با گناه های مختلفش که در زمانی ما یک تبعیض بسیار بزرگی به نام آپارتاید سیاسی را در آفریقای جنوبی شاهدش بودیم که بالاخره نلسون ماندیلا آمد مبارزه کرد تا این آپارتاید سیاسی را از بین برد و تمام تبعیض از بین برد. تبعیض بالاخره یک آفریقای جنوبی که امروز یکی از بزرگترین کشورهای بزرگ جهان است محسوب میشه و کشور را ساختن. اما ما در افغانستان همچنان با یک مشکل بسیار چالش و جدی مواجه هستیم که میتونند رای حل های بسیار خوبی را در نظر گرفته شود.
ببینید کسایی که من حیث سیاستمدار در افغانستان سیاست میکنند، سیاستمداران ایمان، اینا برای خود تکیگاه سیاسی خود را قوم خود ساختن یا ولایت خود ساختن یا یک محلی که در اونجا هستند منطقه خود را ساختن تا از اون مرجع برای خود یک تکیگاه ساخته و در سیاست افغانستان خود را مطرح بسازند و بیان در کارزارهای سیاسی افغانستان شامل شوند. این یکی از موضوعات اساسی که باید روش بحث شود این موضوع هست و به خاطر از این رای حل های زیاد وجود داره. یکی از رای حل هایی که از دید من خیلی میتونه مناسب باشه که ما بتونیم سیاسی شدن قومی شدن سیاست را جلوگیری بکنیم، این یک موضوع بسیار ارزنده ای در شرایط فعلی افغانستان است که ما چطور بتانیم قومی شدن سیاست را در افغانستان از بین ببریم و سیاست را در افغانستان به سیاست ملی تبدیل بکنیم. یک از مواردی که میتونه کمک کننده باشه، باید انتخابات سیستم حزبی را به خود بگیره، یعنی باید احزاب سیاسی نقششان در افغانستان برجسته شوند و احزاب باید توسط دولت به رسمیت شناخته شوند، برای احزاب سیاسی بودجه مشخصی در نظر گرفته شوه و در انتخابات کرسی های مشخصی در پارلمان برای احزاب در نظر گرفته شوه و همچنان اگر در ریاست جمهوری هم موضوع مطرح میشه باید نقش احزاب برجسته‌تر نسبت به همه موارد دیگری در افغانستان باشه که در اینجاست به خاطر رسیدن به یکی از منابع قدرت که همانا که رسیدن به قدرت که یکی از منابعش سازمان هست، سازمان های سیاسی بخصوص در نظام های دموکراتیک سازمان های سیاسی میتونند که یکی از منابع قدرت محسوب شوند. ما در افغانستان که امروز میایم دموکراسی را تجربه میکنیم و در حالی تجربه کردن دموکراسی هستیم، باید سازمان ها و نهادهای دموکراتیک در افغانستان شکل بگیره. بر مبنای این سازمان ها ما مطمئن هستم قومی شدن سیاست از بین میره و سیاست میره به طرف ملی گرای خود سوق داده میشه. پس در اینجاست که یکی از راه حل های مناسبی که ما میتونیم یک جلو یک از افرادی معلوم الحالی که اینا ملت را در گروه خود گرفتن، حتی یک قوم بزرگ را، اقوام مختلف را اینا در گروه منافع شخصی و فردی و گروهی خود گرفتن و از اون آدرس خود را مطرح میکنن، یکی از راه های بساب مناسبش میتونه این باشن که ما بتانیم با صورت موثرش و این موضوع را، این مزل بزرگ را از بین ببریم. یک راهکار. راهکار دومیش رهبرانی که در سیاست افغانستان داخل هستند، اینها باید در قدم نخست بر خود ارزش قائل باشند. تا وقتی که یک رهبر با اون ارزش های فرهنگی، با اون ارزش های ملی و با اون ارزش های شخصی بر اهمیت قائل نباشه، مطمئنن اونا میتونه من حیث یک رهبر ملی در کشور ارزی اندام بکنه. بر رهبران ما اول مهم است که بر خود ارزش قائل باشن، بر خانواده خود ارزش قائل باشن، بر محیط خود ارزش قائل باشن، بعدش بر ملت افغانستان ارزش قائل باشن و بعدش هم بر جامعه جغرافیه یا سرزمینی مانند افغانستان، اینا ارزش باید قائل باشن. با در نظر داشت اون ارزش اینا میایند، باید که بیان در سیاست‌های افغانستان داخل باشن تا توده ها را به صورت مؤثر رهبری بکنن، نه اینکه به خاطر اهداف شومی خود و این توده ها را سوق بتن به طرف تبعیض و به طرف اپارتاید و همچنان به طرف مشکلات فراوانی که امروز ما دامنگیرش هستیم، اینا را چطور بتونن کنترل بکنن؟ خب استاد بازم برمیگردیم با پوزش تمام وقت باید محدود است که به تقسیم بگیریم. همین جای پیام شما چی است به مسابقه یک جوان آگاه و پیامتون به این رسیدن به یک نکته مشترک با بحثی که استاد مطرح میکنه، پورتایز بحثش مطرح میکنه و نسیم مدین نارات بحثش مطرح میکنه. در دیگر جامعه بشری وقت ما روی مذهب صحبت میکنیم، کسایی از درون جامعه برخی سن و این حرکت را اندازه کردن، اما در افغانستان اصل دین است. پیام شما واقعا چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم و درود بر روان پاک شهدای گلگند کفن راه عدالت و آزادی. با عرض سلام خدمت شما و خدمت مهمانان گرانقدر، خدمت همه بینندگان شبکه نورین. سلامت باشم. قسمی که استاد گرامی همه موضوعات را با تفصیل اشاره کردن، واژه وحدت ملی واقعا یک واژه‌ای هست که شیرین هست و همه باید به توسعه وحدت ملی و به اتفاق و اتحاد نسل جوان باید سعی تلاش بکنن.
و چیزی که شما پیشتر اشاره کردین، بسیار گپ خوب اشاره کردین، یگانه چیزی که باعث از هم گسیختن وحدت ملی در افغانستان میشه تضاد قومی، سمتی، نژادی، مذهبی هست. واقعا در گذشته هم هرچند سن ما خرد است، اما ما تاریخ مطالعه کردیم، دیدیم واقعا تضادهای وجود داشته، تضادهای مثلا قومی و سمتی و نژادی که کشور به حالت بحران کشانده. بله. با ما اساس یگانه راه حل امیست از نظر ما که باید جوانه را بسیج بسازیم و به خاطر وحدت ملی، به خاطر اتحاد، به خاطر هماهنگی در کشور، تا اینکه چون جوانات به عنوان ستون فقرات یک کشور هستند، با ما اساس ما باید بسیج بسازیم تا اینکه یک وحدت، یک اتحاد، یک اخوت بین در کشور ایجاد شوند. بازم برمیر محمود صاحب، بگم صاحب، پیشنهاد شما چی است به مسابقه یک جوانی که در این جغرافیا رشد کردین و زندگی کردین و میفهمین حالات جامعه را و حرکتایی هم که ما ازش متاثر میشیم و آسیب میبینیم؟ خیلی به مسابقه اگر نکته هاش رو بسناشتی ما روش تمرکز بکنیم خیلی هوایدا است، اما مشکلی است که به این نکته های به مسابقه آسیب شناسی پرداخته نمیشه. دو تا سوال مطرح میشه. یک، وقت نکته آسیب شناسی مشخص است، چرا حکومت نمی پردازه؟ وقتی که اگر نمی پردازه برنامه بعدی حکومت آیا واقعا در راستای امین است که ما از وحدت ملی بریم به سمت سو کشانده شیم؟ ما تازه ترین دلارا در بحث امین مسئله مطرح میکنیم. اگر ما بیم بحث آقای امرخیل مطرح، آقای زاخیلوال مطرح بکنیم به مسابقه مشاور اقتصادی رئیس جمهور و بیم آقای بحث آقای فیروز مطرح بکنیم، یکی در بغل گرفته میشه، دیگر از بغل رها میشه، یک سیاست قومی در هر بخش ما میاد دنبال میشه. و اگر ما میایم آقای خلیل را دور میکنیم میگن که بس قومی است، اگر آقای زاخیلوال میره میگه بس قومی است. در این ساختار ما بهش مواجه هستیم. پیشنهاد شما چی است واقعا ببین بس؟ به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام خدمت شما و دوستای شریک در بس و بیننده های نهایت محترم. ما در هر جامعه سنتی زمانی که دولت شکل میگیره، دولت و یا امن حکومت بر ساختار قومی و قبیله‌ای، حتی مذهبی، نژادی شکل میگیره، ولی یک گذر تاریخی داره، یک مرحله گذار داره که در مرور زمان یعنی رویکرد قبیله‌ای و رویکرد مذهبی زبانی در ساختار قدرت تأثیر خود کم کم از دست میده و میرسه در یک حدی که اونجی انسان ها بر اصول عقل و بر اساس لیاقت و شایستگی و بر اساس منافع ملی امو کشور تصمیم میگیره. ولی متاسفانه افغانستان در بحث بودن قوم و قبیله و حتی مذهب در ساختار سیاسی، حضورشان در این راهی که دیگه کشورها زود میگذره در افغانستان بسیار دیر شده و ما را به یک شکلی از راه توسعه و به یک از راه ثبات سیاسی و یک ثبات اقتصادی و توسعه همه جانبه و رفاه در یک جامعه باز داشته. چند عامل اساسی داره. ما اگر ببینیم یک عاملش برمیگردم متوجه عامل خارجی هست که به یک شکل کشورهای همسایه و همینطور کشورهای منطقه و کشورهای جهانی که در اینجا در افغانستان فعالیت‌های خود داره ما دو نمی‌پیچیم، ولی عامل اساسیشان میتونه چند چیز باشه. یکی که ساختار قبیله‌ای و توزیع قدرت در افغانستان بر اصول قومی و قومگرایی در رأس هرم قدرت باعث دوام قوم و قبیله یک بس، و بحث دیگه ما اگه میبینیم در ساختار قدرت زمانی که بحث از قبیله مطرح میشه و قدرت بر مبنای قبیله توزیع میشه، حضور قبیله را پررنگ میکنه، در دوامش در او جامعه بیشتر میسازه. که ما میبینیم که در ساختار قدرت افغانستان هر رهبر سیاسی از آدرس یک قوم در اونجا میه و بر اساس او و او کسی که در هرم قدرت قرار دارد، چون از آدرس قبیله، از آدرس قوم، از آدرس زبان و مذهب در اونجا آمده، تلاش برای حفظ قوم، تلاش برای حفظ مثلا رویکرد قبیله‌ای میکنه که اگر در صورتی که اونا بیان مثلا بحثی پدیده های جدیدی که در جهان شکل گرفته و اکثر کشورها بر مبنای اونا حرکت میکنه، این بودن او به یک شکل حضور خود از قدرت از دست میده. یک بحث دیگه
ما ببینیم در افغانستان بیشتر از 360 هزار قریه در سر تا سر افغانستان وجود داره. از هر قریه‌ای که ما ببینیم 360 هزار نه بخشش باز 36 هزار بر اساس اعلانی که وزارت انکشاف دیهات کردن، یعنی 36 هزار قریه را اگر ما زمانی که ارزیابی بکنیم، هر قریه یک ملا امام داره و یک عالم دین داره که از آدرس دین اونا همیشه یک استفاده به یک شکلی استفاده ابزاری کردن. ما توهین برای علمای خود نمیکنیم و هیچ نوع مشکلی هم با طبقه روحانیون نداریم، چون اکثرا نشان تلاش برای ایجاد وحدت و اخوت و تلاش برای بهبود وضعیت اجتماعی در افغانستان کار کردن، ولی آن عده از علمای ما هستند که متاسفانه از آدرس دین به یک شکل استفاده ابزاری کردن و با شعارهای افرادگرایی سعی کردن که ما شکافهای اجتماعی ما را و ذهنیتهای ما را در قبال همدیگر مشکلات ما را و چالشهای ما را بیشتر بکنن. حالا اگر ما بیاییم در این که چی راهکار وجود داره اگر ازی استفاده شد، یک بحث مسئولیت دولت هست. مسئولیت حکومت در قبال ساختار قومی بیان بر اصول مثلا یعنی ساختار قدرت به یک شکل تخصصگرایی و به یک شکل کارایی که بتانه اهلیت و شایستگی وحدت یک پارچگی را شعار قرار بده و در نهادهای آموزشی در متون درسی اونا شعارهایی که برای معرفی بهتر و مفیدتر مثلا اقوام دیگر در گوشه و کنار کشور معرفی مفید شد و همیتر معلم ها و همیتر استادای دانشگاه، استاد ما اینجا حضور دارن، همیشه تلاش برزی باشه که از مثلا قبیله را و به یک شکلی مفید معرفی بکنه و با محصلین خود یک بس. و بس دیگه عالمان دین به عنوان افراد تاثیرگذار در یک جامعه سنتی و مخصوصا در افغانستان، یعنی گپشان و سخنشان برای مردم ارزش داره و ازی فرصت استفاده بکنن. اونا همیشه شعاری برای اخوت، همدلی و برای شعاری که بتونه برای ایجاد یک وحدت ملی و برای کاهش شکاف‌های اجتماعی اونا تلاش بکنن و گپ ما مفید خواهد واقع شد. مشکل اساسی در افغانستان این است که رهبر سیاسی از همون پس منظر قومی به قدرت میرسه. وقتی به قدرت میرسه بحث ایدئولوژیکی خودش رو دنبال میکنه. اگر کمونیست باشه برمیگره به ساختار کمونیسم خود، اگر تکنوکرات باشه هر ساختار به قوم گاهی وقت فراموش میشه. در ساختار فعلی ما مواجه به این مسئله هستیم. پس وقفه کوتاه دنبال خواهد شد.